خب شما میدونید که ما در یک شرایط عادی و ساده ای در کشور نیستیم. شرایط ما یک شرایط سخت و پیچیده ای هست. در این 41 سال سخت ترین سالها این روزهای اخیر و این ماهای اخیر بوده. حسن روحانی میگوید اگر رئیس جمهوری آمریکا کس دیگری بود شاید میشد به تحریم ها پایان داد. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا دونالد ترامپ به خواستش رسیده؟ همچنین در برنامه امشب پرونده محیط زیستی ها بار دیگر در صدا و سیما، هدف از پخش این گزارش ها چیست؟ سازمان مجاهدین خلق آیا باید همچنان این گروه مخالف حکومت ایران را جدی گرفت؟ و رئیس جمهوری پیشین بولیوی وارد مکزیک شد، کشوری که به او پناهندگی داده است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. وضعیت کشور عادی نیست. دولت با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی روبروست و شرایط به شکل بی سابقه ای سخت و پیچیده است. اینها تفسیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از شرایط امروز کشور است. یک سال بعد از بازگشت تحریم های آمریکا علیه تهران، تحریم هایی که با برچیدن صادرات نفت میخواهد کمر اقتصاد ایران را بشکند. آقای روحانی همچنین گفت اگر در آمریکا رئیس جمهوری دیگری غیر از دونالد ترامپ به سر کار بود شاید میشد با او توافقی کرد، اما با دولت فعلی آمریکا نه. اگرچه او باز هم گفت با بستن درها کار درست نمی شود. این در حالی است که با کاهش تعهدات ایران در توافق هسته‌ای رهبران اروپایی هر روز به آمریکا نزدیکتر می شوند. آیا حاکمیت در ایران راه حلی برای خروج از این بحران دارد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از پرهام قبادی. چند ماه دیگه آقای روحانی برنمی‌گردد. یک ماه و نیم پس از این دیدارها در نیویورک، حالا حسن روحانی می‌گوید در این سفر پیشنهادهای خوبی برای شکستن تحریم‌های آمریکا گرفته بوده، اما قبول نکرده. در نیویورک که من بودم تقریباً پیشنهادهای نسبتاً خوبی داده شد. و من می‌تونستم اونجا تصمیم بگیرم برای اینکه ما تحریم رو بشکنیم. منتها خب شرایط یه جوری بود که آدم اطمینان بخواد بکنه به یک آدمی مثل رئیس جمهور آمریکا کار بسیار بسیار سختیه. اولین بار است که یک مقام ارشد ایران از احتمال رفع تحریم‌های آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خبر می‌دهد. آقای روحانی دلیل مذاکره نکردن با آمریکا و نپذیرفتن پیشنهادها را تا الان شخصیت غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ عنوان کرد. همه تجربه نشون میده که این هر روزی تصمیمی می‌گیره. شاید اگر یه رئیس جمهور دیگری در آمریکا بود این کار در اول مهر ماه انجام میشد و تمام میشد. آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم پیشتر درباره مذاکره با دونالد ترامپ هشدار داده بود. با مسئولین کره شمالی قربون صدقه هم رفتن. مذاکره که هیچ. نتیجه چی شد؟ یک ذره از تحریم ها رو کم نکرد. اینا اینجوری هم. ایران از سوی میگوید با آمریکا مذاکره نمی کند و در حال کاهش تعهداتش است. و از سوی دیگر حرف از ماندن در برجام میزند. یعنی ما نمیتونیم. دیروز رئیس جمهوری ایران گفت با ادامه توافق هسته‌ای تحریم‌های تسلیحاتی ایران تا سال آینده برداشته میشود. سال آینده اگر این برجام رو ما نگه داریم سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و ما به راحتی میتونیم سلاح لازم رو بخریم و ما به راحتی میتونیم سلاحی که میخواهیم بفروشیم به دنیا صادر کنیم. ایران هفته گذشته در راستای کاهش تعهداتش به برجام غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو را از سر گرفت، اقدامی که هشدار اروپا را در پی داشت. وزیر خارجه ایران اما میگوید این نتیجه تعلل اروپا در عمل به وعده هایش است. خطاب به همکاران اروپایی: کاملا به تعهدات برجام پایبند بودیم. شما واقعا فقط یک مورد در 18 ماه اخیر را به من نشان دهید. اما آقای روحانی از افرادی گله کرد که با مذاکره مشکل دارند، بدون نام بردن از کسی. تعامل نکنیم یعنی منزوی بشیم. دشمنان ما میخوان ما منزوی بشیم. برای چی ما منزوی بشیم؟ ما با همه دنیا حرف میزنیم. ما سر هر میز مذاکره ای که برای منافع ملی ما ضرورت داشته باشه و لازم باشه پای اون میز مینشینیم، با افتخارم مینشینیم.
آیت الله خامنه ای دائما به مذاکرات بدبین است، اما کلیت آن را هنوز رد نکرده. بعضی خیال میکنند که مذاکره مشکلات کشور را حل میکند. 100% اشتباه است. طرف مقابل قبول مذاکره از سوی ایران را به معنای به زانو درآوردن میداند و میخواهد بگوید توانستیم ایران را به زانو در بیاوریم. میخواهد اثبات کند که سیاست فشار حداکثری درست بوده و بعد هم هیچ امتیازی نخواهد داد. سیاست فعلی ایران ادامه مذاکره همراه با کاهش تعهداتش به برجام است. همانطور که دولت آمریکا هم فعلا از یک طرف به مذاکره روی خوش نشان می‌دهد و از طرف دیگر فشار تحریم‌ها را بیشتر می‌کند. راه مذاکره رو ما رها نمی‌کنیم، ولی به مذاکره هم اتکا نمی‌کنیم. پرهام قبادی، بی بی سی. جیسن برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ماست. این سازمان از نهادهای مخالف هسته‌ای شدن ایران هست و طرفدار پروپا قرص سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بر ایران. آقای برادسکی، برداشت شما از صحبت‌های امروز آقای روحانی چیست؟ احتمالاً برداشت شما این خواهد بود که خب سیاست فشار حداکثری تأثیر خودش رو گذاشته. Well, I think President Rouhani has is going to run into some. من فکر می‌کنم پرزیدنت روحانی طبیعتاً تحت هر رئیس جمهور دیگری بجز پرزیدنت ترامپ میتونست که موفقیتی داشته باشه و میتونست که برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده و با چنین مشکلاتی در تهران روبرو نشه. ولی خب در حال حاضر ما دیدیم که در تهران اون چیزی که دیپ استیت بهش میگن، دستای نهان قدرت یا لایه‌های موازی قدرت، با مذاکره مخالفت کردن. شخصیت‌های مثل علی اکبر ولایتی گفتن که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه هر دو روی مختلف یک سکه هستند. بنابراین در هر شرایطی مذاکره با آمریکایی‌ها فایده خاصی نداره. بنابراین به نظر من پرزیدنت روحانی با این رویکرد خودش که مثبت‌تر از نسبت مذاکره در تهران مشکلاتی خواهد داشت. از طرف دیگر برای هر رئیس جمهور آمریکا، چه جمهوری خواه چه دموکرات، خیلی دشوار خواهد بود که تحریم‌ها رو کم کنه قبل از اینکه حرکت معناداری از سوی طرف مقابل انجام بشه. بنابراین پرزیدنت روحانی انتظار داره در حال حاضر که در اکتبر سال آینده، سال 2020، تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های تسلیحاتی ایران در سازمان ملل لغو بشه. بنابراین این باعث میشه که هر رئیس جمهور در آمریکا خیلی براش دشوار باشه که در چنین شرایطی بخواد که برای ایران فشار رو کم کنه. آقای روحانی همچنین گفت که اگر رئیس جمهور دیگه‌ای بر سر کار بود به نوعی میرفت و با او توافق می‌کرد، اما گفت دونالد ترامپ قابل اعتماد نیست و این رو رهبر ایران هم گفته، یا اون چیزی که شما به اسم دیپ استیت ازش نام بردید. خب نگرانی‌ها و مشکلات آقای روحانی رو در داخل می‌دونیم، ولی در عین حال فکر می‌کنید که این جایی که امروز هستیم در مورد ایران همون چیزی هست که آقای ترامپ می‌خواست؟ Well, I think President Trump's policy has من فکر می‌کنم که سیاست پرزیدنت ترامپ روشنه که تاثیر منفی روی اقتصاد ایران داشته، اما فکر می‌کنم که فشار حداکثری، کمپین تمام و کمالش هنوز اجرا نشده، فقط بخش تحریم‌هاش رو شاهد بودیم، اما بحث دیگرش بحث تقابل حرکت‌های ایران در منطقه بوده، مثل مثلا سرنگون کردن پهپاد آمریکایی و حرکت‌های اینچنینی که در اونجا شاید فشار حداکثری رو شاهد نبودیم یا نتیجه‌اش رو شاهد نبودیم. و عملاً فشار حداکثریش به لحاظ اقتصادی، آقای روحانی هم صادقانه این رو میگه، کمتر رئیس جمهور ایرانی انقدر صادقانه اومده بگه که تحریم ها تأثیر داشته. معمولا اونها میگن تحریم ها هیچ تأثیری روی اقتصاد ما نداشته، ولی او اذعان میکنه که تحریم ها اثر داشته. ولی عملا این سیاست ایران رو به لحاظ هسته‌ای 15 سال جلو برده، یعنی چیزهایی که کاری که ایران قرار بود 15 سال دیگه بکنه داره امروز میکنه. Yes, Iran has obviously
بله، روشنه که ایران بسیاری از بخش‌های برجام رو رها کرده و فعالیت‌های خودش رو از دست اثر گرفته و خب این نشون میده که اشکالاتی که برجام داشت از همون اول ابتدا، یعنی این قابلیت بازگشت ایران به اون مسیر هسته‌ای خودش در واقع مایه نگرانی بسیاری از افراد شکاک به این توافق در داخل آمریکا بود. بنابراین این حرکت ایران که این حرکت‌ها رو دوباره از سر گرفته، خب باعث نگرانی هم کسانی است که منتقد و شکاک هستند به تحریم و هم کس به برجام و هم کسانی که در ابتدا از برجام حمایت می‌کردند. در مورد دیگه هم که داریم، یکی از اهداف آقای ترامپ این بود که ایران رو بر سر میز مذاکره بیاره، توافق جدیدی با اونها بهش برسه، ولی علارغم وضع اقتصادی بسیار بدی که آقای روحانی امروز ترسیم کرده، ولی میگه حاضر نیست به هیچ عنوان پای میز مذاکره بیاد، حداقل تا زمانی که آقای ترامپ در قدرت هست. Well, I think I'm hearing two different things. I think that دو چیز متفاوت دارم میشنم. از یک طرف در ایرانی ها میگن که بله، ما به میز مذاکره نمیایم تا وقتی که آمریکا تحریم ها رو بر نداره، فقط ما در چارچوب فرمت 5+1 با آمریکا یا صحبت میکنیم، دو جانبه صحبت نمیکنیم. به نظرم این یک تمایز مهمیه که اینجا باید داشته باشیم. برای بیننده های شما هم مهمه که این تفاوت این دو قضیه رو متوجه بشن. خب این تفاوت چی هست؟ یعنی عملا چه چیزی رو میخواید ازش، چه نتیجه گیری میخواید ازش بکنید؟ این که ایران مذاکره خواهد کرد تحت شرایط خودش، اما مشکل اینه که در این مقطع تقاضاهای هر دو طرف همسو و همراستان نیستن. از در طرف آمریکا اونها میگن که تحریم ها رو خورده کم میکنیم به شرطی که ایران رفتارش رو عوض کنه، از طرف دیگر تهران میگه که شما باید تحریم ها رو رفتار ما تغییر میکنه، ولی باید در چارچوب 5+1 با هم دیگه صحبت کنیم. تا زمانی که دو طرف این رویارویی رو با کنار نگذارن، شاید نتیجه نخواهیم بود. برای این فکر میکنید که ادامه سیاست فشار حداکثری ایران رو به پای میز مذاکره میاره؟ در نهایت فراموش نکنیم که قبل از برجام سالها طول کشید تا اینکه ایران به میز مذاکره بیاد. این اتفاق نیست که یک شبه بیفته. ایران همین اخیراً دوباره سیاست فشار حداکثری خودش رو علیه آمریکا شروع کرده. بنابراین به نظرم باید یک مسیر طولانی پیش رو داریم تا اینکه در نهایت آمریکا و ایران این فاصله که بین تقاضاهای اونها هست و بهش اشاره کردم رو یک پلی روش بزنن. ممنون از وقتتون آقای برادسکی. جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان اتحاد علیه ایران هستی. اما یک شنبه پخش برنامه تلویزیونی مزنونین همیشگی درباره فعالان محیط زیست زندانی در ایران دقایقی بعد از آغاز برنامه متوقف شد. شبکه 3 اعلام کرد مشکل فنی بوده و برنامه روز دوشنبه پخش خواهد شد. دیروز همین برنامه پخش نشد که همین به بحثایی در فضای مجازی دامن زد. مریم افشنگ گزارش می‌دهد. این تصاویر بخشی از برنامه مزنونین همیشگی از شبکه 3 تلویزیون ایران است. فیلمی که قرار بود به پرونده فعالان بازداشت شده محیط زیست و کاووس سید امامی بپردازد، اما کمتر از 3 دقیقه از پخش آن نگذشته بود که متوقف شد. هرچند قرار بود دوشنبه به طور کامل پخش شود، ولی تا لحظه پخش این گزارش خبری از آن نیست. پخش این فیلم با واکنش‌های زیادی مواجه شد، از جمله این تصاویر. نشان دادن صفحه اول این شماره از روزنامه ایران که گویا تلفیقی از 2 روزنامه است. این روزنامه چاپ 2 خرداد سال 97 است با تیتر جاسوس نیستند و بدون عکسی از فعالان محیط زیست. این هم روزنامه ایران چاپ 14 اسفند 97 با عکسی از دونالد ترامپ در سمت راست صفحه و بدون خبری از بازداشت شدگان محیط زیست. علی رضوانی مجری برنامه هم واکنش‌هایی را برانگیخت. رامین سید امامی، پسر کاووس سید امامی، در حساب توییترش درباره او نوشت: مایه تأسف است که گزارشگر و تهیه کننده این فیلم همان کسی است که به خانه ما آمد و مادر من را بازجویی کرد، به طوری که حال مادرم بد شد و به بیمارستان رفت. کاووس سید امامی یکی از چندین فعال محیط زیست بود که در بهمن سال 1396 بازداشت شد.
آقای سید امامی چند هفته بعد از بازداشت در زندان جان خود را از دست داد. مقام‌های قضایی ایران گفتند او در زندان خودکشی کرده، اما خانواده او این گفته را رد کردند. عباس عبدی در واکنش به فیلم پخش شده در صدا و سیما در حساب توییترش نوشت: آیا متهمان می توانند از تهمتی پیش از قطعی شدن حکم از این رسانه شکایت کنند؟ آقای عبدی در ادامه به پرونده متهمان ترور هسته‌ای اشاره می کند و می پرسد چرا از گذشته درس گرفته نمی شود؟ نزدیک 2 سال از بازداشت فعالان محیط زیست می گذرد. بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی می گویند که آنها به دلیل جاسوسی در بازداشت به سر می برند. در حالی که دولت و به ویژه سازمان محیط زیست بارها گفتند آنها جاسوس نیستند. حرفی که به گوش قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه نمی رود. دادگاه های برگزار شده برای متهمان پرونده محیط زیست پشت درهای بسته بوده و جزئیات زیادی از آن به بیرون عرض نکرده. تنها نیلوفر بیانی یکی از متهمان در جریان دادگاه اعلام کرده بود تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده. حکمی هم تاکنون برای این فعالان صادر نشده. خانواده آنها از رهبر ایران خواهان دادرسی عادلانه و آزادی فرزندانشان شدند. بسیاری از سازمان‌های محیط زیستی از جمله برنامه محیط زیست سازمان ملل نگران شرایط آنها هستند. صدها فعال این حوزه هم از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند تا آنها را آزاد کند. شبکه 3 تلویزیون ایران در حالی تصمیم گرفته فیلمی علیه آنها بسازد که بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله چند نماینده مجلس نگران منصفانه بودن روند دادرسی آنها هستند. مریم افشنگ، بی بی سی. در مورد این گزارش بعدتر مصاحبه‌ای خواهیم داشت، اما فعلا محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که انس حقانی از اعضای ارشد شبکه حقانی آزاد می‌شود. شبکه حقانی متحد گروه طالبان در بسیاری از حملات مرگبار در افغانستان دست داشته. آقای غنی میگوید 3 زندانی این شبکه برای رهایی 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان و برای زمینه‌سازی گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان آزاد می‌شوند. سفیر آمریکا در کابل از این اقدام دولت استقبال کرده و آن را تصمیمی شجاعانه خوانده. طالبان تاکنون واکنشی نشان نداده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. رئیس جمهوری افغانستان امروز گفت تصمیم رهایی انس حقانی سخت و ضروری بوده. دولت آقای غنی اما 2 هفته پیش گفته بود رهایی انس حقانی خط سرخ دولت و مردم افغانستان است. آقای غنی این آزادی را مشروط خواند. تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند به طور مشروط از بند رها شدند. تصمیم امروز آقای غنی 2 هفته بعد از سفر زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان اعلام می شود. همان زمان گفته شد سفر خلیلزاد به خاطر رهایی 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان بوده. در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده آمریکا ما میکانیزم و روش را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این 3 نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد. تدابیر مشترک بین ما و شرکای بین‌المللی ما چنان است که این تصمیم دشوار اما قابل درک بتواند هم قوت ما را به نمایش بگذارد و هم نیت ما را که خواهان صلح هستیم و برای اعتماد سازی آغاز مذاکرات رو در رو و حل صلح‌آمیز این بدبختی توان و اراده اتخاذ تصمیم‌های سخت و جدی را نیز داریم. کوین کینگ استرالیایی و تیموتی ویکس آمریکایی در سال 2016 توسط افراد مسلح در کابل ربوده شدند. منابع آمریکایی معتقد بودند که شبکه حقانی این 2 نفر را به صورت گروگان نگه داشتند. هنوز نه طالبان و نه شبکه حقانی درباره رهایی این 2 نفر چیزی نگفتند. انس حقانی دست راست همراه عبدالرشید عضو دیگر شبکه حقانی در سال 2014 در خارج از افغانستان بازداشت و سپس به افغانستان منتقل شدند. 10 جوزا خرداد 2 سال پیش حمله مرگبار
با دست کم 150 نفر کشته و 400 نفر زخمی. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. شبکه حقانی بازوی عملیاتی طالبان هم در این باره واکنشی نشان نداد. اما انفجار چهار رایی زنبق از خونین ترین حملاتی بود که گروه حقانی مسئول آن شناخته شد. فعالیت های خونین شبکه حقانی از جمله راه اندازی حملات مرگبار و پیچیده بارها سبب شد که شماری در افغانستان خواهان اعدام انس حقانی شوند. از این رو آزادی او با اعتراض های روبرو خواهد شد. کم باید اعدام میشد که متاسفانه اعدام نشد. بعد از 2 سال 3 سال زندان بود، دوباره به بهانه پروسه صلح یا تبادله دو شهروند آمریکایی. آیا اینقدر جوانایی که از افغانستان شهید شد از انس حقانی ارزشی دو دانه آمریکایی بالاتر از انسانای افغانستان است؟ با رها شدن انس حقانی و افراد همچو انس فکر نمیکنم که صلح در افغانستان بیاره. پس گزینه بهتر به ایست که اولین کاری که میخواهند که به خاطر صلح در افغانستان انجام بده نیست که اولین بحثشانی باشه که آتش بس اعلان کنند. انس حقانی فرزند جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی است. سراج الدین حقانی پسر دیگر جلال الدین معاون گروه طالبان است. این گروه سال گذشته اعلام کرد که جلال الدین حقانی در پی یک دوره طولانی بیماری درگذشت. موضوع مهم این است که آیا تصمیم دشوار رهایی انس حقانی به مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان منجر خواهد شد یا خیر. اگر چنین شود، چرخش قابل ملاحظه‌ای در سیاست طالبان و گفتگوهای صلح افغانستان دیده می‌شود. اما اگر چنین نشود و آنطور که برخی میگویند این تصمیم صرفاً به خواسته آمریکا گرفته شده، انتقادها از آقای غنی بیشتر خواهد شد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. همونطور که پیشتر هم گفتیم، پخش برنامه تلویزیونی مظنونین همیشگی که درباره فعالان محیط زیست زندانی در ایران بود متوقف شد. قرار بود که این برنامه دیروز دوباره پخش بشه، اما اون هم پخش نشد. واکنش‌های بسیار زیادی داشته در گزارش مریم افشنگ دیدیم پیشتر. اما حالا برای بحث بیشتر در این مورد، رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی از ونکوور کانادا به ما پیوسته، و از تهران محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده سام رجبی. آقای سید امامی، من در ابتدا دوست دارم واکنش شما رو به این برنامه تلویزیونی که چند دقیقه بیشتر ازش پخش نشد بشنوم. سلام. راستش برای ما صحنه اولی که مادرم اون مجری برنامه رو که دید گفت این همون شخصی بود که منو داشت بازجویی میکرد تو خونمون، و باورم نمیشد. یهو مامان که اینو گفت متوجه شدیم که این آقای، اگه شما نکنم، علی رضوانی که خبرنگار صدا و سیما شبکه صدا و سیما هستش، همون روزی که بازی فوتبال ایران و پرتغال بود برای جام جهانی، که اینم قبلا مستند شده بود که ریختن خونه ما یه سری و با 7-8 تا جعبه رفته بودن تو زیرزمین که نمیدونم صحنه سازی کنن با دوربین و اینا، یه تیم 20 نفری اطلاعات سپاه که خونمون اومدن، این آقای مجری هم همراه اونا جزء تیم بازجویی بود که مامانم نشوندن جلوی دوربین و زیر فشار هی ازش سوال کردن که بله شوهرش اعتراف کنه، یا ازش میپرسن که این کیه تو اون عکس، یا از اینجور سوال ها تا جایی که مامانم انقدر حالش بد شد که یه نروس بریک داون داشت و مجبور شدن که ببرنش بیمارستان. و بعد یه سری عکس هم از منظر شما بردن که بعداً استفاده شد در یه برنامه تلویزیونی دیگه‌ای به اسم منطقه ممنوعه که چند ماه پیش در تیر ماه پخش شد. شما شکایتی فکر می‌کنم وکیل خانواده شما در تهران کرد راجع به اون برنامه، اون به کجا رسید و آیا قصد دارید دوباره شکایتی هم بکنید یا نه؟ بله، خب این خیلی کار واقعاً شرم‌آوری بود از سمت صدا و سیما که دو روز بعد از فوت پدر من میان همچین فیلمی و با همچین مضمونی در مورد ما توی تلویزیون ملی پخش میکنن، و تمام این مسائلی که اونجا مطرح کردن واقعا برای ما عجیب غریب بود که چرا اینا زودتر یک دونه سند رو نکردن که بگن اگه خلافی در کار بود. بعد از تمام بی احترامی ما تصمیم گرفتیم که شکایت بکنیم از صدا و سیما، و همونجور که میدونستیم نتیجه‌ای نداشته. باز هم شکایت خواهیم کرد. میدونم چه حالت سمبولیک داره واقعا همه این کارا، ولی قصد این کار در اصل اینه که نشون بدیم که آقا حتی اگرم شکایت بکنید این آدما واقعا به جایی نمیرسه، نتیجه نخواهد داشت. یعنی قوه قضاییه، اون عدالت واقعا یک
یک جوکی بیشتر نیستش. اون با فقط برای اینکه نشون بدیم که به هیچ جایی نمیرسه داریم این شکایت‌ها رو هی انجام میدیم. در اون چند دقیقه از این در واقع مظنونین همیشگی که پخش شد، اصولا فکر میکنید چرا متوقف شد؟ خب چند دقیقهش پخش شد، متوقف شد و دیگه پخش نشد. آقای عبدی روزنامه‌نگار در ایران خیلی استقبال کرده از اینکه این مستند بقیهش پخش نشده و گفته حداقل کسانی هستند که همچنان نگرانند و جلوی چنین چیزی رو میگیرن. به نظر شما آیا حاکمیت جلوی پخش اون رو گرفته یا اونطور که گفتن مشکل فنی بوده؟ این واقع داستان اینه که من نمیدونم چه دیتیلی هستش، ولی حدس میزنم که بالاخره یه اختلافای پشت صحنه هستش که باعث شده که این پخش نشه. و همونجور که پدر من به نظر خودم واقعا قربانی بازی قدرت پشت پرده این داستان شده، همینجور که ما هم به اطلاع من یه چیزایی رسیده بود که می‌خواستن یه سری آدمای توی فیلم پخش نشه، برای همین جلوگیری کردن، یا داستاناشون تو همون دو سه دقیقه انقدر ایراد داشت و انقدر غلط داشتش که مثلا چه غلطی چه چیزی نظر شما رو جلب کرد؟ همه تاریخی که نشون دادن اصلا قبل از پخش خبر تاریخ‌ها غلط بود، روزنامه رو فتوشاپ کرده بودن، یعنی از این کارا اوردی داشتن می‌کردن. و خب چه جور مستندیه وقتی که همه چی رو دارین شما خودتون علیکی در میارین؟ یعنی واقعا برای من، یعنی نمیدونم که اینا واقعا میخوان از این داستان و خانواده ما بکشن بیرون و بذارن زندگیمونو بکنیم. اینقدر دروغ، اینقدر اذیت و آزار. و ببینید برای ما واقعا بهترین انتقام تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که زندگی خوبی بکنیم، چون واقعیت و تاریخ پدر منو قضاوت خواهد کرد. برای ما تنها کاری که الان میتونیم بکنیم اینه که با عشقی که به همدیگه داریم به زندگیمون ادامه بدیم، چون اینا حمله هاشون همیشه ادامه خواهد داشت. مادر شما چند هفته پیش از ایران بالاخره خارج شدن بعد از ماها یا نمیدونم که به سال رسید که عملا اجازه نداده بودن به ایشون خارج بشن. چه شد که مادرتون تونست بالاخره خارج بشه از ایران؟ واقعیت داستان اینه که مامان بعد از اینکه به طرز غیرقانونی ایشون رو نگه داشته بودن و ممنوع خروج کرده بودن، ما انواع اقسام شکایت ها کردیم و پیگیری هایی کردیم که این حل بشه. و همونجور که پدر ما رو یه سری آدم اومدن بردن و به ما یک بعد از فوتش به ما پسش دادن و هیچ وقت خبر ندادن که اصلا برای چی و اتفاقی چی افتاد، همونجور در مورد کیس مادرم که اصلا بدون هیچ دلیل و هیچ چیز توجیه کننده ممنوع خروجش کردن، همونجور هم اصلا نمیدونیم، نه کسی به ما دستوری داد که ایشون ممنوع خروجش رفت شده یا نشده و کلان رفتیم و خودمون پیگیری کارا کردیم توی سری دادگاه و این چیزا و یه پاسپورت جدید گرفتیم و مامانم واقعا همینجوری گفتم بره فرودگاه و همینجوری رد شد رفت. یعنی اصلا به این همه سادگی بود واقعا داستان؟ یعنی خودمونم رویمون خبر نداره که چجوری این اتفاق افتاد. بله، ممنون از وقتتون آقای سید امامی. هم اجازه بدید از آقای آقاسی، وکیل خانواده سام رجبی، راجع به وضعیت بقیه این زندانی های محیط زیستی بپرسم. از دادگاه اونها عملا کمتر اطلاعاتی بیرون میاد، شما چه اطلاعاتی دارید تا امروز؟ بر اساس اونچه که در بین وکلای محترم پرونده و همینطور در دادگاه رخ داده، خوشبختانه محاکمات پایان یافته و اطلاع دارید که در چند نوبت فترتی افتاد بین محاکمه‌ای که داشت انجام می‌گرفت، در حالی که وقتی پرونده‌ای زندانی دار هست، دادگاه وقتی که محاکمه رو شروع می‌کنه باید بدون هیچ گونه تعطیلی بین اونها ادامه بده تا حکم صادر بکنیم. اما دو سه بار این کار عقب افتاد و تصور ما این هست که یک شفه و انفعالاتی داشت صورت می‌گرفت که به نفع متهمین ظاهراً نتیجه داد و اطلاع دارید که افساد فعل عرض، اتهام بسیار نادرست و غیر واقعی که نسبت به 4 نفر از اینها وارد شده بود برداشته شد و سایر اتهامات برقرار هست. محاکمه انجام شده، آخرین دفاع هم از همه اینها گرفتن. برخی از اینها وکلای تسهیلی داشتن، برخی وکلای انتخابی، ولی به هر حال منو دیگه در دادگاه وقتی داستانات تموم شد اجازه ندادن که همچنان در خدمت موکلم آقای سام رجبی باشم و او وادار شد که منو از وکالت خودش معاف بکنه و وکیل دیگری رو انتخاب کرد که از وکیل ایشون وکیل تسخیری هست در حال حاضر. بله، تسخیری هستش، البته وکیل خوبی هست، اما به هر حال این که انسان پزشک و وکیل مورد اطمینان خودش رو و
و وکیل دلخواه خودش انتخاب کنه یک امر بسیار مهمی است، هم در بهبودی بیمار و هم در نوع دفاعی که خود متهم میتونه در دادگاه بکنه با پشتگرمی. شما چه نشانه هایی از این میبینید که آقای سام رجبی فرمودین که تحت فشار مجبور شده که وکیلش رو عوض بکنه، نشونه ای وجود داشت؟ آیا خانواده ایشون چیزی به شما گفتن که ثابت میکردید مسئله رو؟ بله، تا حتی چند روز قبل از اینکه ناچار بشه عزل بکنه منو، به مادرش که ملاقاتش رفته بود گفته بود که من یا آقاسی وکیلم خواهد بود و یا اگر که اجازه ندن ایشون در دادگاه از من دفاع بکنه، من خودم از خودم دفاع میکنم، وکیلی رو نخواهم خواست. در یک توییتی که توسط یکی از عزیزانی که در قوه قضاییه هست انجام گرفت، در این توییت عنوان شد که آقاسی که وکیل نیست برای چی صحبت میکنه. من وقتی که متوجه شدم و سمت و پست ایشون رو هم مطلع شدم، ازشون خواستم که اگر من وکالتی ندارم، لطفا شما که از کسانی هستید که در ارتباط با قوه قضاییه و این پرونده ها هستید، بفرمایید که موکل من رو از وکالت عزل بکنه. دو روز بعدش ایشون رو خواسته بودن و من عزل کرد و اون آقا هم آمد در توییتر گفت بله دیگه آقاسی وکیل نیست. من هم عنوان کردم که بله، بنابه در واقع الزام اجباری که ایشون شده، من دیگه وکیلشون نیستم. ولی خانوادش همچنان من به عنوان وکیل خودشون و وکیل سام میدونن، اما در همچنان اتهامی که متوجه اینا هست، اتهام همکاری با دول متخاصم گفته شده، اونم اتهام سنگینی است، ولی شما به نظر میرسه امیدواری دارید که اون اتهام هم رفع بشه. ببینید، اینها ظاهرا در یک سمیناری شرکت کردند در آمریکا و این رو به عنوان ارتباط با دولت متخاصم آمریکا اینها تلقی کردند. بسیاری از این پرونده هایی که عنایت بفرمایید، من پرونده های متعددی داشتم در این مورد که تلقی میکنن که این ارتباط با دولت متخاصم آمریکا است، در حالی که با برخی از سازمان ها و نهادهایی هستش که حداقل برای متهم مشخص نیست که این وابسته به آمریکا است و تا علم نرسیده باشه متهم و در واقع عنصر معنوی جرم وجود نرسیده باشه، ما نمیتونیم چنین کسی رو مشمول اون ماده قانونی بدونیم و بگیم که این ارتباط داشته با اون دولت متخاصم آمریکا. بله، آقای سید امامی، خیلی کوتاه اگر بفرمایید واکنشتون رو به در واقع دادگاهی که داره تشکیل میشه برای همکاران پدرتون. واقعا میگم بعد از 660 روز اینا هنوز هیچ سندی نتونستن رو کنن که خلافی انجام شده از سمت اینا. کل رابطه و کارهای اینا با سازمان محیط زیست و حتی وزارت اطلاعات همیشه خیلی شفاف و روشن بوده و اینا وظیفه داشتن که اصلا همه پروژه هاشون رو با تایید این دو سازمان انجام بدن و همش روی رکورد هستش و میگم خیلی واقعا ناراحت کننده است که این بچه‌هایی که اینقدر دلسوزن و زحمت کشن برای کشورشون با عشق به فکر محیط زیست و حیوانات بودن به همچین روزی اومدن. این پدر خود من آدم بوده که از کل زندگیش خدمت کرده به ایران، از جنگ ایران عراق ترکش خورده تا آخرش که درس میداد و کار فرهنگی و محیط زیستی میکرد با مجسمه براش میساختن به جای اینکه اینجوری تو زندان بکنن و این اتفاق براش بیفته. ممنونم از لطف و وقت هر دوی شما عزیزان، رامین سید امامی فرزند کاووس سید امامی و محمد حسین آقاسی وکیل خانواده سام رجبی از تهران. شبکه جهانی بی بی سی اخیراً گزارشی از وضعیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی تهیه کرده. در این گزارش که دو خبرنگار بی بی سی در آلبانی اون رو تهیه کردن، گفته شده که صدها نفر از اعضای مجاهدین این گروه رو ترک کردن. بعضی از کسانی که سازمان مجاهدین رو ترک کردن میگن قوانین سخت اون درباره تجرد و کنترل روابط اعضای خانواده باعث بریدن اونها از این سازمان شده. فرین آسمی گزارش میده. اردوگاه مجاهدین خلق در تیرانا، پایتخت آلبانی. 6 سال است اعضای مجاهدین خلق در اردوگاهی روی تپه‌ای در 30 کیلومتری تیرانا زندگی می‌کنند. در گزارشی که دو خبرنگار بی بی سی در آلبانی تهیه کردند، آمده سازمان مجاهدین خلق قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای اعضایش دارد. این افراد اعضای سازمان مجاهدین هستند که غالبا لباس‌های یکسان به تن دارند و به شدت تحت نظر هستند، تا جایی که حتی فکر کردن به روابط جنسی هم ممنوع است. آنها حتی برای سال‌ها از ارتباط با بیرون، دسترسی به موبایل و استفاده از اینترنت هم محروم بودند. تعدادی از خانواده‌های ایرانی که در سال‌های گذشته موفق به ملاقات با فرزندانشان در اردوگاه‌های مجاهدین شدند، در بازگشت به ایران با حبس‌های سنگین روبرو شدند.
بسیاری از تحلیلگران سازمان مجاهدین خلق را یک فرقه میشناسند، فرقه‌ای که پول زیادی دارد، سالانه نشست‌های بزرگ برپا می‌کند و در سال‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی هم مبارزه با جمهوری اسلامی را پی گرفته است. سازمان مجاهدین با خبرنگاران میانه خوبی ندارد، اما سیاستمداران کشورهای مختلف را به نشست‌هایش دعوت می‌کند. از آن جمله مقام‌های آمریکایی هستند که بعضی از آنها رابطه نزدیکی با مجاهدین دارند. از جمله این شخصیت، رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ. آقای جولیانی بارها سازمان مجاهدین را جایگزینی قوی برای جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده که میتواند دموکراسی را در ایران برآورده کند. ما باید روی ایران تمرکز کنیم. تغییر سیاست در ایران که هدف دولت ماست یا تغییر رژیم که گروه مجاهدین مدتی است برای آن تلاش میکند. اگر تغییرات گسترده در ایران نشود، هیچ چیز دیگر در خاورمیانه درست نخواهد شد. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، هم از حامیان بزرگ سازمان مجاهدین است. انقلاب آیت الله خمینی تا 40مین سالگردش باقی نخواهد ماند. به گفته رسانه‌های آمریکا، این افراد برای سخنرانی در مراسم مجاهدین از آنها پول گرفتند. ترکی فیصل، شاهزاده سعودی و رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان، در سال 2016 در کنفرانس مجاهدین در پاریس از مسعود رجوی، بنیانگذار مجاهدین، به عنوان مرحوم یاد کرد. مسعود رجوی آخرین بار 16 سال پیش در انظار عمومی دیده شد. از آن زمان فقط پیام‌های صوتی از او برای مجاهدین پخش می‌شود. شایعاتی از کشته شدن او در حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به حکومت صدام حسین در عراق در همان سال منتشر شده، اما هیچ سندی در این باره وجود ندارد. از آن زمان تا کنون مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت که اعضای سازمان او را رئیس جمهور برگزیده خود می‌دانند، ریاست این تشکیلات را بر عهده دارد. سازمان مجاهدین خلق پیشتر در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا قرار داشت. شورای اروپا در سال 2009 و آمریکا در سال 2012 مجاهدین را از این فهرست بیرون آوردند. در وبسایت سازمان مجاهدین خلق ایران در توضیح این سازمان آمده: مجاهدین در پی جایگزین کردن دیکتاتوری دینی ایران با یک دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا مبتنی بر جدایی دین از دولت است که به آزادی‌های فردی و تساوی زن و مرد احترام می‌گذارد. بسیاری در ایران معتقدند که این گروه مخالف جمهوری اسلامی گروهی منزوی و به حاشیه رانده شدند و اقبالی در میان اکثریت مردم ایران ندارند. فرین عاصمی، بی بی سی. حسن حیرانی، عضو جدا شده سازمان مجاهدین خلق از تیرانا پایتخت آلبانی، با ما. آقای حیرانی در زمان حضورش در کمپ مجاهدین با اسم مستعار آزاد شناخته می شده و همینطور مجید رفیع‌زاده، رئیس شورای بین‌المللی آمریکا در خاورمیانه، از بوستون به ما پیوسته. آقای رفیع‌زاده از نزدیکان به سازمان مجاهدین خلق هستند و در نشست سالانه این سازمان در پاریس هم شرکت می کنند. آقای حیرانی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. در این گزارش با شما مصاحبه شده و شما به عنوان یکی از کسانی که در واقع تجربه خودش رو گفته اومده اسمش، یه مقداری از تجربتون به ما بگید. موضوع در واقع تایتل اون گزارشی که از شما منتشر شده این هست که سازمان مجاهدین خلق گروهی که اعضایش حتی نباید به سکس فکر بکنن. خیلی کم میدونیم اطلاعات راجع به افرادی که اونجا در اون کمپ هستن. کمی از اون از وضعیت افراد بگیم. عرضم به حضورتون که من خودم اینو تجربه کردم به عنوان کسی که 13 سال 14 سال توی اون فرقه بودم. ما همه یک دفترچه کوچیک داشتیم که تمام لحظات جنسی، لحظات عاشقانه، لحظات زندگی طلبی که اصلا همین کلمات به کار برده میشد رو باید تون یادداشت میکردیم. هر شب جلوی فرمانده در حالی که بقیه نشستن اش گفته میشد نشست قسل، که ما باید اونها رو جلوی بقیه میگفتیم که مثلا حالا خیلی هم شرم‌آور و واقعا خجالت آور بود. خودشون هم میگفتن حسنات الابرار سیئات المقربین. اینم توجیهشون بود که برای ما باید این کار رو بکنیم، برای اینکه مجاهد بمونیم و مجاهد بمیریم. و غیر از اون هم نشستای عملیات جاری بود که نشستای انتقادی که حالا مدل‌های مختلف بود با تعداد مختلف، با لایه‌های مختلف و میزان حالا داغی مختلف. خودشون میگفتن دیگ که برای چیزی نبود جز تحقیر افراد که هر چی بیشتر کرنش کنن در مقابل تشکیلات، سلسله مراتب و خلاصه چیزایی که شما چطور تونستید از کمپ فرار کنید؟ حقیقتش رو بخواین، من در موقعی که ما اومدیم از عراق به اینجا
در ابتدا خب یه قولایی داده بودن به همه نفرات، گفته بودن خب ما شرایط عوض میشه، به هر حال وضعیت محدودیتایی که ما در عراق داشتیم خب به هر حال ظرفمون شرایط مکانی و زمانی به ما تحمیل کرده، اصلا خود برادر خود خواهر مریم اعتقادی به این بگیر و ببندای تشکیلاتی ندارن، این خاص عراق ما بریم اینجا بریم از عراق بریم که نیازی به این وضعیت نیستش، چون که رژیم ایران کل عراق رو گرفته. ما خب ما هم صادقانه خب پذیرفته بودیم اینو، تا اینکه ما اومدیم آلبانی در خیلی مدت کوتاهی یک دفعه که شروع کردن یه تیکه زمین خریدن در یک روستای درافتاده حالا نزدیک شهر دورس، و شروع کردن واقعا یک انیمالز فارمی رو ساختن با پولایی که از سعودی اومد، رفتن نیروهای سیکوریتی با درجه امنیتی بالا هم استخدام کردن، مسلح دور این کمپ رو هم دقیقا این اون تصاویری که از فلسطینی ها کمپ فلسطینی ها نشون میده، مثلا اسرائیلی ها دورش دارن، دقیقا به همون حالت همه آدم ها رو بردن اونجا. خیلی وضعیت تحقیرآمیزی، خب بعضی ها خب دیگه برنتابیدن شرایط رو جدا شدن، بعضی ها فرار کردن که یکی از نزدیکان منم فرار کرد، بعد به من گفتم بیا اینو محکوم کن، که من نپذیرفتم، تهدید به اخراج کردن، گفتم خب باشه من میرم بیرون از سازمان. یعنی حالا اون شما رو اخراج کردن، شما فرار نکردین؟ نه متوجه شدم. آقای رفیع‌زاده، آقای حیرانی عملا میگن که مزرعه حیوانات اونجا، و عملا این چیزی که ترسیم میکنن در این گزارش اینه که یک شبیه یک فرقه داره اونجا عمل میشه. آیا شما هم چه این تجربه‌ای داشتید از اون چه که اونجا دیدید؟ خدمتتون عرض کنم، در ابتدا متشکرم. البته خدمتتون عرض کنم که معرفی شما اشتباه بود، در ابتدا من نزدیکان این گروه نیستم. من دکترای روابط بین‌الملل تحصیل کرده دانشگاه هاروارد هستم و محلل سیاسی هستم. در انشه لطفاً معرفی که انجام دادید رو تصحیح کنید. ثانیاً من ببینید گروه های اپوزیسیون رو تجزیه تحلیل کردم در دانشگاه مختلف آمریکا، و یکی از گروه ها گروه های مجاهدین خلق هستن، و من بیشتر در مورد نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی این گروه صحبت می کنم، و تحقیقاتی که در مورد این گروه کردم یا مصاحبه هایی که با افراد این گروه، بیشتر افرادی که در آمریکا هستن. پس بذارید سوالم رو اصلاح بکنم. چقدر فکر میکنید نفوذ سیاسی داره این گروه با توجه به آن چیزهایی که آقای حیرانی گفتن الان؟ ببینید نفوذ سیاسی داره، چه ببینید نمیشه انکار کرد نفوذ سیاسیشون. حالا شاید ببینید ما بگیم که آقا ما مجاهدین خلق رو دوست نداریم، مجاهدین خلق گروه بدی هستن، مجاهدین خلق منافقین هستن. ببینید اینا تو تحقیقات من اومد، درسته که جالا بعضی این حرفا رو میزنن، بعضی هم هستن یه تبلیغات ماشینی دارن ضد گروه، ولی نفوذ سیاسی دارن. حالا چه بخوایم قبول کنیم چه نکنیم، ببین صدها دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا هستن، با اینا رابطه نزدیک دارن. تو همون انگلیس شما لیبرال ها غیر لیبرال ها هستن که با این گروه رابطه نزدیک دارن. حتی تا چند وقت پیش در داخل کاخ سفید نزدیکانی داشتن که با طرفدار گروه بودن. ببینید از نظر من سیاسی من این رو میفهمم، بسیاری هستند که عملا میبینند. خب بالاخره رودی جولیانی، جان بولتون، اینها کسایی هستند که در نشست‌های مجاهدین صحبت میکنن و این نشان نفوذ اونها به خصوص در آمریکاست. ولی آیا اونها پایگاه اجتماعی رو که شاید پیشتر در ایران داشتند امروز هم دارند؟ و یه سوال خوبه. مثلا من ببینید وقتی که این تحقیق رو میکردم نتونستم راستش رو بخوام که یک نظرسنجی کامل در ایران به وجود بیارم، چون خودتون میدونید در یک کشوری که اتوریتریان یا دیکتاتوری هست سخت میشه یک نظرسنجی انجام داد، نظر مردم رو پرسید، به خصوص کشوری که اگه زنگ بزنه بگی آقا شما موافق هستی با مجاهدین خلق، طرف میترسه که بخواد فردا اعدام بشه، نظرسنجی کاملی نداره. و اون ایده هایی که در دهه 60 وجود داشت، ببینید در دهه 60 شاید اختلافات وجود داشت، یک افکاری در مورد مجاهدین خلق بود. اون دهه 60 الان ما 40 سال بعد از اونیم. این نسل جدید ایرانی ها، من نمیدونم این نسل جدید اصلا
اون افکاری که دهه 60 یا افرادی که الان 50 60 سالشونه با اون افرادی که تو ایران 20 سالشون هست، آیا اینها واقعا اصلا یک دیدگاه از مجاهدین خلق دارن؟ آیا افرادی که 20 ساله هستن در ایران اصلا میدونن مجاهدین خلق چی بوده، چه کار کرده؟ ببینید اینا سوالاتیه که من باید دقیقا تحقیقات انجام بدم، اینا رو من نتونستم در داخل ایران به وجود بیارم. درست. در داخل ایران آقای هیرانی، شاید بهترین کسی که بتونه به ما پاسخ بده در این مورد خود شما باشید. عکسی از در واقع گفته شد، عکسی هست از داخل تیرانا که تعداد زیادی از افراد بیشتر میانسال رو نشون میداد که پشت کامپیوترها نشستند و داشتن شبکه‌های مجازی رو رصد می‌کردن به نوعی. اولا به ما بگید صحت داره اون عکس یا نه و اون افراد چه کسانی هستن؟ نه رصد نمی‌کردن. اون ارتش سایبری خواهر مریمه. من خودم هم اصلا کارم همون بوده زمانی که در فرقه بودم. ما هر نفر بسته به سطح سوادش یا تعداد زبان‌هایی که بلد بود یا میزان تسلطی که به علوم انفورماتیک یا کامپیوتر داشت، خب حساب‌های زیادی ما باز می‌کردیم. مثلا من خودم چند تا حساب عربی، انگلیسی، فارسی و همچنین حساب‌های جیمیل داشتیم که هر روز صبح یک دستور روزانه از قسمت سیاسی فرقه میومد که من خودم هم 3 سال تو قسمت سیاسی فرقه بودم. تو اون دستور نوشته بود مثلا ما با حساب‌های توییتری که داشتیم هر روز صبح مثلا بود اولین کاری که باید می‌کردیم توییت‌های خواهر مریم رو باید می‌رفتیم لایک می‌کردیم، ریتوییت می‌کردیم و کامنت مثبت می‌ذاشیم. اونایی که انگلیسی بلد بودن تو حساب انگلیسی، عربی حتی فرانسه هم بود و همچنین حساب فارسی. یه لیستی وجود داشت هر روز صبح که داده می‌شد کنگرسمن‌ها یا مثلا همین لابی آیپک اون نفراتشون اگر مقاله علیه ایران داشتن، علیه حکومت یا هر چی که بود، ما باید همگی می‌رفتیم و با اون جیمیل‌هایی که درست کرده بودیم، با اون تلفنی که بهمون داده شده بود، می‌رفتیم کامنت‌های مثبت می‌ذاشیم. اگر که نه کسی مثلا از اصلاحات در ایران دفاع کرده بود، مثلا تریتا فارسی یا امسالون، ما دیگه باید می‌رفتیم اونجا بود به جد آباد این نفر فحش می‌دادیم و کامنت منفی می‌ذاشتیم. آقای ایرانی، یه لحظه، آیا بذارین وقتمون خیلی کمه، اجازه بدید جواب اون سوال رو هم بگیریم. آیا بین قشر جوان هم طرفداری داره یا اون چه که می‌بینیم بیشتر همون کسانی هستن که در طول مثلا در دهه 60 پیوستن به گروه؟ در داخل ایران؟ نه، در کمپ تیرانا. در کمپ که دیگه جوونی نمون دیگه، جووناش ما بودیم که 40 سال که اکثرا از اون کمپ رو ترک کردن دیگه. یعنی شما اگر نگاه بکنید کس جدیدی هم نمی‌پیونده. نه، از موقعی که من رفتم به بعد از سرنگونی صدام حسین در سال 82-2003 دیگه کسی نیومد به اون صورت. همونایی هم که اومده بودن همه جدا شدن. حتی بچه های خود اینا بچه های خودشون رو نتونستن نگه دارن. خود محمد رجبی الان کجاست؟ پسر عباس داوری کجاست؟ پسر احمد واقف کجاست؟ همه شو خودمی که تونستن بچه های خودشون رو نتونستن نگه دارن. اینا بچه هاشون اینا رو قبول نداشتن. آقای رفیزاده، شما در نشست‌های مجاهدین در پاریس که خب شرکت می‌کنید، اون چه که در این گزارش عملاً بهمون نشون میده و توصیفی که میشه، توصیف یه فرقه است، گروهی که اجازه نمیده افرادش ازدواج بکنن، اجازه نمیده به سکس فکر بکنن، اجازه نمیده، یعنی روی کوچکترین چیز ظرافت زندگی اونا در همه چیز دخالت میکنه. تحقیقات شما به این نتیجه شما رو رسوند یا نه؟ ببینید، من یه بار تو همگراییشون شرکت کردم، اونم در مورد تحقیقاتی بود که داشتم انجام میدادم در مورد گروه. ببینید، دو صورت میشه به ببینید دو دیدگاه وجود داره. یکی این که ما اصلا این گروه رو دوست نداریم و بگیم که آقا این گروه بده، همه چیزش بده. یک دیدگاه دیگه وجود داره که ببینید اگه این گروه رو به شما به عنوان حالا دشمنم حتی نگاه میکنید، طبق دیدگاه اول شما اینا دشمن نگاه میکنید، دوست ندارید. اما دیدگاه دوم اینه که حتی اگه این گروه به عنوان دشمن نگاه میکنید، باید دشمن، باید واقعا تاکتیکای دشمنه ببینید، باید ببینید واقعا قدرت دشمن چیه، به جای اینکه بگید ما آقا اصلا این گروه وجود نداره، اصلا این گروه هیچ قدرتی نداره. ببینید این گروه طرفدار، ببینید من هم اون طرفداراشون که من دیدم تو آمریکایی‌ها بیشتر، ببینید تو کنفرانس ها مثلا بعضیاشون میان، بعضیاشون اینا استاد دانشگاه بودن. من خودم تعجب کردم، چون من خودم ببینید از من قبل از اینکه تحقیقات انجام بدم، دقیقاً من ببینید من تو ایران بزرگ شدم،
یعنی قسمت از زندگیم جوانی ما تو ایران بودم. همینطور منافقی ما میگفتیم منافقی. بعد اینجا تعجب کردم، مثلا یه اشخاصی دیدم، مثلا استاد دانشگاه است میگفت که من طرفدار گروه هستم، یکی شخص دیگه شخصایی مثل دکترای متخصص هستم میگفت من طرفدار. من تعجب کردم، اصلا از ابتدا من میترسیدم از این گروه، اسمش که میمد میترسیدم، یعنی طوری بزرگ شده، طوری مثلا تحصیلات تحصیل گذاشته و حالا بچگیمون که از این گروه میترسیم. بعد دیدیم اشخاصی هستن خانواده مثلا سر میز نهار شام میشینن، حتی شراب میخورن، حتی زن بچه دارن، خانواده دارن، اینا طرفدارا هستن. یا اون شخصی که مثلا چک $200,000 برای این گروه جلوی من نوشت، براشون بهشون داد. ببینید اینا، من خودم تعجب کردم، اینا طرفدارای گروه هستن که زندگی کاملا به نظر آزاد دارن، یعنی کلینیک خودشون رو دارن، یا رئیس دانشگاه تو آمریکاست، یا کارهای زندگی عادی داره. به نظر من نیومد که اینا فشار روشون وجود اومده بهشون بگه این کارو بکنی این کار نکنی، خصوصا تو آمریکا و تو اروپا. ممنونم، ببخشید وقت بیشتری نداریم. حسن ایرانی عضو جدا شده سازمان مجاهدین خلق و مجید رفیع‌زاده رئیس شورای بین‌المللی آمریکا در خاورمیانه، ممنون از هر دوی شما. اوو مورالز رئیس جمهوری پیشین بولیوی که از مکزیک پناهندگی گرفته وارد این کشور شد. مکزیک هواپیمایی را برای پرواز آقای مورالز به بولیوی فرستاده بود. وزیر خارجه مکزیک گفته نیروهای مسلح بولیوی به مدت چند ساعت از پرواز این هواپیما جلوگیری کرده بودند و چند کشور در منطقه هم به دلایل سیاسی اجازه عبور این هواپیما از حریم هواییشان را نمیدادند. آقای مورالز دیروز در پی اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات یک ماه پیش و از دست دادن حمایت ارتش استعفا کرد. او میگوید قربانی کودتای راستگراها شده. مخالفان دولت او را متهم می‌کنند که در انتخابات تقلب کرده بود. قرار است کنگره بولیوی تا ساعتی دیگر یک رئیس جمهوری موقت انتخاب کند. باران عباسی گزارش می‌دهد. لحظه ورود رئیس جمهوری پیشین بولیوی به مکزیک، کشوری که به اوو مورالز پناهندگی داده، یک روز بعد از استعفای ناگهانی. میگوید علیه او کودتا شده و مکزیک جانش را نجات داده. خواهران و برادران روزنامه نگارم، به خوبی میدونید که من در دور اول انتخابات در روز 29 اکتبر پیروز شدم، اما همون روز روند کودتا شروع شد. 3 هفته طول کشید و در آخرین مرحله متاسفانه پلیس به کودتای سیاستمداران پیوست. اشاره ی آقای مورالز به انتخاباتی است که او متهم به تقلب در آن شد و هفته ها اعتراض خیابانی را در پی داشت. در نهایت دیروز در پی فشار نظامیان مجبور به کنارگیری و فرار از کشور شد. با فرار او از بولیوی و استعفای دیگر سیاستمداران ارشد، راه برای معاون دوم رئیس سنا باز شده. جنین آنز میگوید تا برگزاری انتخابات جدید رئیس جمهوری موقت خواهد بود. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که آرامش رو به کشور برگردونیم و تضمین های لازم رو به همکارانمون در پارلمان بدیم تا سر کارشون برگردن و به این ترتیب بتونیم از این بحرانی که کشور باهاش مواجه شده عبور کنیم. اوو مورالز اولین رئیس جمهوری بولیوی از نژاد بومیان این کشور که پیشتر مزرعه دار بود، اولین بار 13 سال پیش به قدرت رسید. هرچند که با فقر مبارزه کرد و باعث پیشرفت اقتصاد بولیوی شد، در تلاش برای ماندن در قدرت بسیاری از حامیانش را از دست داد. اما او هنوز هم در داخل و هم خارج از کشور حامیانی دارد. اینجا مقابل سفارت بولیوی در مکزیک این معترضان ارتش را به کودتا متهم کردند. رئیس جمهوری ما از طریق صندوق رأی انتخاب شد. رفتار بی‌رحمانه‌ای که با او شد به ضرر کشاورزان و کارگران خواهد بود. اینجا در لاپاز در چند قدمی کاخ ریاست جمهوری مردم نگران از غارت خانه‌ها و کسب و کارشان همه جا سنگر بستند و پلاکارت‌هایی که خواهان بازگشت صلح به کشورند. هر گونه تلاش برای انتقال قدرت در اینجا اما انتظار می‌رود با مقاومت شدید سیاستمداران از حزب اوو مورالز مواجه شود. پایتخت بولیوی حالا شهری است پر از مانع، بدون اینکه راه برون رفتی در چشم انداز باشد. باران عباسی، بی بی سی. رافائل موریلو استاد ژئوپلیتیک دانشگاه روم از تهران با ماست. آقای موریلو، چه شاهد چه چیزی هستیم در
بولیوی. آیا اونطور که طرفداران آقای مورالز میگن کودتایی اتفاق افتاده؟ خب جواب کم سختی است، چون که مهم است از کجا نگاه میکنی. به نظر من بله، تو حد زیاد میتونیم بگیم که کودتا اتفاق افتاده. دلیل سادهش اینه که مورالز فقط بعد از این که پلیس و ارتش پیشنهاد داده که اوو مورالز کنار بیاد، اون دیگه استعفا کرده و در واقع میتونیم بگیم که فرار کرده تو مکزیک، چون که ما میدونیم که دقایق پیش یا 20 دقیقه پیش نشست تو مکزیک. بنابراین احتمالاً همون کودتا بوده. درسته که انتخابات خیلی شفاف نبودن. حالا دیگه برنده شده یا نشده سختش گفتنش. احتمال زیاد شاید برنده شده، اما نه تو حدی که خودشون اعلان کردن. چون که سیستم انتخاباتی بولیوی اینطوری هست که اگر در ریاست جمهور کسی 60% یا بیشتر میگیره، تو دوره دوم نمیرن. بنابراین خودشون اعلان کردن 60%. خیلی خوب قبول نکردن. شاید نتیجهش بوش 56-57%. ما نمیتونیم دقیقا بگیم که تقلب تا چه حدی بود. البته میدونیم که مشکلی بود، احتمالاً بخشی از تقلب بوده. در واقع هواداران آقای مورالز به یک سری آمار و ارقام اشاره میکنن، از جمله آمار بیکاری، آمار بیسوادی که در دوره ریاست جمهوری او به شدت کاهش پیدا کرده. میراث آقای مورالز چطور هست؟ چون او عملاً از قدرت حالا کنار رفته. اتفاقا شاید تصمیم خوبی گرفته. منظورم که لحاظ اقتصادی و اجتماعی میراثش خیلی مثبت است. البته تا 2 سال پیش شاید بهترم بوده. منظورم که جای هم که اشتباه کرده به نظر من جای بود که ایشون نمیتونست دوباره کاندید بشه در ریاست جمهور. فقط خودشون درخواست کرده رفرندوم برگزار شده شود که بهش اجازه داده شود. در رفرندوم شکست خورده، اما با این همه دوباره کاندید شد و اعلام کرده که برنده شده. اما از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، ما واقعا در بولیوی در سالهای اخیر از وقتی خودش رسید به ریاست جمهور یه پیشرفتی چشمگیر دیدیم. در زمانی که ما در سراسر جهان روبروی بحران اقتصادی بودیم، بنابراین واقعا خودشون از لحاظ اجتماعی به عنوان رئیس جمهور به ویژه برای سطح‌های فقر خیلی کمک کرده، به ویژه برای مردم بومی بولیوی. شما میدونید که اولین رئیس جمهوری بومی مال آمریکا لاتین بوده، از وقتی که ما در واقع اصطلاح آمریکا لاتین استفاده کنیم. بنابراین خیلی شخصیت مهم بوده و حتما شخصیت مهم میمونه. دلیل این نیست که مکزیک پیشنهاد داده و قبول کرده که اونجا پناهنده شود به اصطلاح، اما این دلیل نیست که شما نمیتونید دموکراسی خوب در نظر بگیری. بنابراین لحاظ اجتماعی اقتصادی حتما کار خوبی کرده. اینکه کنار اومده هم کاری بدی نیست، چون که خودش گفته که دلیلش کناری شدن این بود که نمی‌خواسته تو بولیوی مشکلی بیشتر برای جمعیت مردم پیش بیاد، چون که تعداد الان محدود، مثلا 20 نفر کلا مردن، هر کدوم که به احترام است اما تعدادش خیلی محدود است. شاید هم به 20 نمیرسه، خیلی هم میگن 3-5، هنوز نمیدونیم دقیقاً. اما حتما علاوه بر اجتماعی اقتصادی خیلی کار مهمی انجام داده. ممنونم از وقت شما. ببخشید وقت بیشتری نداریم. رافائل مویریلو، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه روم از تهران. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. ممنون از همراهیش.